اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. صدایم کنه میهن آفتابی که این نیم قرن جدایی چنان برق آمد چنان خواب از چشمهایم گذر کرد و آن صبح روشن که در لحظه هایش دل از شوق دیدار لبریز میشد و آن کوچه های پر از عطر دل های آتش گرفته که از پیچ و تابش به سودای تنها شدن در پس ششدری ها به نرمای باران صبح بهاری گذشتم. صدایم کنه آفتابی که در پرتو نام جادویی تو دوباره ببینم وطن را به صحرای خشک بلوچم، دوباره وطن را، دوباره لب چشمه آشنایی بیایی و مثل پرنده به روی دلم پرگوش ها دیه تا که با هم به یاد غزل خواندن سایه باشیم. بیا بار دیگر حدیث شب و شمع و پروانه باشیم. صدایم کنه آفتابی که در پرتو نام جادویی تو دوباره ببینم خیابان کوسنگی و احمد آباد. سری شایدم تا به دیدار حافظ سراغی هم از شهر یاران بگیرم. اگر اصفهان در سفر پیش رو بود به جلفا و زاینده رودش نمازی بخوانم. بیا تا که شب را کنار گل آتش کوکولیان پا بکوبیم. خدا را چه دیدی؟ که شاید سحرگاه با چاوشی خان کردی کف و دف زنان در مهاباد باشیم و روز دیگر شاگلی را ببینیم. بیا تا که هر جمعه فریاد دل را به امواج دریای مازندران بازگوییم و با ترکمنها به صحرای میهن بیا تا که با دست هامان گل ارغوانی بکاریم. چه میشد اگر با تو رویای ایرانی من نگاهی دوباره به صبح عزیز وطن چه میشد؟ علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه 8 می ماه می 19 اردیبهشت به شما سلام. خب گفت سید علی آقا بذر یک آشوبی رو در ماه آینده در مراسم حج ریخت، حالا دومشو بگیرن روشو کم کنن یا باهاش مماشات کنن بکشنش وسط میدون بعد بزننش، هنوز اینا زیاد مشخصه. اگر این آقای نتانیاهو ذره عقل داشت الان آتش‌بس کامل برقرار میکرد، میدون رو از دست آسدلی و نوکراش میگیره. حالا با شهران بانو طبری میخوام گپ بزنم راجع به همه چی، از جمله همه مسئله مبارزه جانانه زنان ایران. درود بر شهران طبری. درود به شما، به بینندگان و به همکارانتون. خیلی سپاس از این که از من دعوت کردین برای این برنامه. خانم طبری، آخرین خبرهایی که از جنبش زنان و از
فعالیت زنان داری، سرکوبی و رژیم وحشیگری و دوباره دندوناشو نشون میده. چه خبرهای تازه‌ای داری؟ چه برنامه‌هایی رو دنبال کردی؟ خب خبرها رو که خودتون هم دارید، میدونید که هر وقت جمهوری اسلامی کفگیرش به ته دیگ میخوره یا اینکه به قولی بحرانی هستش که نمیتونه مدیریتش کنه، نمیتونه باهاش روبرو بشه، شروع میکنه به زنها فشار آوردن و مسئله حجاب و مسئله دستگیری زنها و اینها رو میتونه شروع میکنه به کار کردن. در همین چندی پیش در یک دانشکده در کرج جلوی دخترهایی رو که حتی چادر نازک داشتن گروشون گرفته بودن و کسایی رو که با روپوش کوتاه یا رنگی اومده بودن گفتن نمیتونن وارد دانشگاه بشن. بعد و نگهبان ها اینا گفتن والا به ما دستور دادن، ما ماموریم و معذور. و این خودش یک نشانه اینه که مامورای خود اینها دیگه نمیتونن به حرفشون گوش بدن، نمیتونن اون کاری رو که قبلا میکردن بدون این که بندازن گردن اینا انجام بدن. الان همه دارن میگن ما مقصر نیستیم، به ما مربوط نیست، ما رو نگاه نکنیم، تقصیر اون بالا اونایی که اونجا نشستن. خب حالا اینم خودش یه فاز جدیدی هستش، ولی قبل از اون ما میبینیم فاجعه نیکا رو داریم که میبینیم چطور جانی ها میدونیم کسایی که جنایتکار هستند، یعنی واقعا این آدم ها جمهوری اسلامی جنایتکارها و بیماری های روانی رو فرستاده به جنگ زنها، برای اینکه هیچ انسانی که ذره بویی از انسانیت برده باشه نمیتونه این کارا رو بکنه و نمیتونه در مقابل این همه شجاعت زنها بایسته. شما به این دختر جوان در این فیلم نگاه کنید که در عین اینکه سه تا آدم حیوان روش افتاده بودن، این دست و پا میزد و مقاومت میکرد و بهشون فحش میداد. این یکی از مهمترین نشانه های اون خواست زن ایرانی، اون نهاد زن ایرانیه که حاضر نشده نیم قرن کتاب های این بچه ها رو عوض کردیم. نیکا شاکرمی 16 ساله بود تو این جمهوری بزرگ شد، کتاب به خوردش دادیم که فاطمه و نمیدونم زینب و فلان و بهمان رو گذاشتید اونجا براش سرمشق باشه. خب نتونستین و نمیتونین و هرگز نمیتونین، و این زنها هستن که جلوی شما ایستادن و اجازه نمیدن که این برنامه اسلام سازی شما، که این هم اسلام هم نیست، این یک جور اسلامیزم وحشتناک ضد اسلام هم هست. من به اسلام کاری ندارم، ولی به دین مردمی که معتقد هستن احترام دارم. اینها دین شما رو نابود کردن. اگر به دینتون اعتقاد دارین، اگر به خدای خودتون اعتقاد دارین، برای نجات دینتون بیاین و اینها رو بندازین کنار. و یه نکته دیگه ای که اتفاقا در مورد همین مسئله نیکا، این سندی که بیرون داده شد باید گفت، اینه که چطور مردهایی که یک ذره انسانیت درشون مونده، که در داخل خود این نظام هستن، به جنگ این نظام بلند شدن. شما ببینید قبلا ما چنین سندی رو نمیتونستیم از داخل این نظام به بیرون بیاریم و ببینیم. الان ریزش ها به حدی شده که این سند از داخل اینجا در اومده بیرون، و این خودش یک نویدیه برای اینکه این نظام آخرین نفساشو میکشه در دست زنها و در دست کسانی که واقعا از این شجاعت زنها شرمنده شدن و به صدا در اومدن و در حال مقابله با همین رژیم از درون خود این رژیم هستن. محققی، یه معلمی، یه مدرسی، به هر حال تمام این مراحل رو طی کردی، دانشگاه تهران درس دادی. من میخوام ازت سوال کنم، با توجه به تأملاتت با چه جور آدمی روبرو هستیم
که یه دختر انداخته روش نشسته داره شکنجهش میده و خودش اقرار میکنه من تحریک شدم به خاطر تماس با پشت این خانوم، من تحریک شدم. آخه کدوم حتی شما در حیوانات این حالت رو نمیبینی که یه حیوان بخواد بره جفتگیری کنه، حالا جفت خودش هم باشه. ببینید شما هرگز این حال نمیبینی که یه دختری رو دست و بالش رو بستن عقب یه ماشین انداختنش تو اون سردی، بعد این آقا روش نشسته میگه من تحریک شدم، که حتی اون همکارش اونجا ناراحت میشه. یعنی فضا اینا کیان خانم تبری؟ اینا جنایتکار و بیمار روانی. جز این دو گروه چیز دیگه اینا انسان نیستن، اینا مادون انسان هستن، اینا باید یا برن معالجه بشن. و بعدم اینها این مذهب که به مرد همه جور حق و امکانی میده، این مذهبی که حرفایی که به اینا یاد داده که شما حقتونه که زنی به شما تمکین کنه، این مسئله تمکین، مسئله این که اگه تمکین نکنه زنی میتونی بزنیش، اینا رو دیگه اصلا آدم حالش به هم میخوره راجبش حرف بزنه. ولی این مردا اینطوری بزرگ شدن و اینطوری یاد گرفتن. اینا به خواهر مادر خودشون تجاوز میکنن. ما داستانهایی تو همین رسانه های شبکه های اجتماعی میبینیم. من چند وقت پیش یک داستانی از یه زنی که دختر جوانیشون اونم 15-16 ساله که از شهر و دیار خودش از خوزستان فرار کرده بود از دست برادر جنایتکارش که تمام مدت از بچگی به این تجاوز میکرده، یعنی و مادر این با وجودی که زجر میکشیده نمیتونسته حرفی بزنه، برای اینکه زنکشی توی این مذهب یک کار قابل قبوله. شما میدونین این قتل‌های ناموسی از کجا در میاد؟ ریشه این قتل‌های ناموسی از کجاست؟ از همین مذهبه، از همین اسلام هستش که به تو اجازه میده که اگر دخترت یا همسرت یا خواهرت خواست از مردی اصلا خوشش اومد، حالا نه اینکه رفته باشه باهاش خوابیده باشه، و دیگه اینکه اگه مردی به زنی تجاوز کنه اون زن گناهکاره نه اون مرد. همین که این گفته من تحریک شدم، مرد حق داره تحریک بشه. من اصلا یادم میاد که خیلی وقت پیشا، ببینید خب من مال یه دوره دیگه هستیم، شاید الان زنای مثل من دیگه اینجور چیزها رو نشنون، ولی یه موقعی بود که زنها میگفتن خب این مرد نمیتونه جلوی خودشو بگیره. میدونید این فرهنگی که با این نوع تفکر اسلامی بزرگ شده، زن و مردش در اون زمان به مرد حق میدادن، به مرد حق میدادن هر فاجعه ای، هر جنایتی رو به اسم حق مردانگیش انجام بده. این باید ریشه کن بشه، این فرهنگ باید ریشه کن بشه. این فرهنگ نیست، این ضد فرهنگه، این تجاوزه، این اصلا نمیدونم چه اسمی روش واقعا باید گذاشت. این فرهنگ باید عوض بشه. برای همین هستش که اسلام، دین اسلام باید برای همیشه از سیاست جدا بشه. برای همین هستش که ما همه داد میزنیم سکولار دموکراسی، دموکراسی سکولار، دموکراسی لایک. و اونهایی که میان، اجازه بدین این رو هم الان حرف تو حرف ممکنه بیاد، ولی بعضی از آشناهای خود من، دوستان خود من میگن خب چطور میتونی دموکرات باشی و بگی که حزب اسلامی نمیتونه فعالیت بکنه؟ من میگم برای اینکه حزب اسلامی مثل حزب فاشیزمه، دقیقاً مثل یک فاشیسته. چطور استدلالشون چطور در آلمان چیز هستش، کریستین دموکراسی هستش، کریستین دموکرات ها هستن، چرا در ایران مسلمان دموکرات ها، اسلامی دموکرات ها؟ برای اینکه در آلمان وقتی که فاشیزم بود مسیحی ها علیه فاشیزم بلند شدن، حالا یک حزبی هم دارن اونجا، ولی مذهب رو نه، فرهنگ مذهبی رو نمیدارن توی. ولی در ایران اسلامیزم معادل فاشیزم بوده، مملکت ما رو نابود کرده. 500 ساله دخالت اسلام در سیاست باعث بدبختی ما شده، سرزمینامون رو به باد داده، مردممون رو به باد داده، فرهنگمون رو به باد داده. ما باید اسلام رو از سیاست بیرون بکنیم. و من همینجا میگم من مدافع دموکراسی هستم و یکی از مدافعان
تشکیل احزاب دموکراتیک بودم. در آینده ایران حزب مذهبی به هیچ عنوان نباید اجازه بهش داده بشه. چرا؟ معنی نداره. حزب یعنی تشکیل دهنده دولت و این با سکولار دموکراسی، با لایسیته 100% مغایره. مذهب و سیاست در ایران یک جمع مسمومه، یک جمع کشنده است که همه چیز رو میکشه. و من اینو الان اینجا میگم، دیگم هیچ وقت نمیخوام با کسی بحث کنم. من طرفدار تشکیل احزاب هستم، طرفدار دموکراسی هستم، سوسیال دموکرات هستم، ولی با اونهایی که مملکت ما رو داغون کردن فکر میکنم نباید اجازه بدیم بهشون فعالیت کنن. خانم طبری، یه نکته در تایید حرف شما. ما اندیشه دینی رو در همه ابعادش تجربه کردیم. به معنای دیگه شما تاریخ معاصر رو میبینیم، یعنی تاریخ یه قرن و نیم اخیر، در جنبش مشروطیت بعضی از روحانیون شرکت داشتن، نقش مهمی هم داشتن، ولی بلا فاصله وقتی قانون اساسی مشروطیت تایید شد اونا متمم رو آوردن که وجود 5 ملا رو در مجلس تثبیت کنن. بعد زمان رضاشاه اومد با اون اندیشه دوربین دین رو اومد یه حالت مدرن بهش بده، دانشکده الهیات درست کرد. بعد با مرحوم حائری نشست که آقا این هر کی یه چلوار به سرش بسته، این ملا گفت نه. امتحان گذاشتن، 800 نفر فقط قبول شدن در سراسر ایران مطابق فرمول حوزه. خب بعد محمد رضا شاه پهلوی اومد، دموکراسی بود دیگه، آزادی بود، احزاب دینی، تشکلات دینی. کی اومد؟ فدایان اسلام که آدم کشتن، شروع کردن آدم کشتن. نمونه دیگرش هم در جریان انقلاب دیدیم، حزب جمهوری اسلامی و اون بساطی که راه انداختن، مجاهدین خلق به یه شکل دیگه، اونا مسلمون بودن دیگه به شکل دیگه، گروه فرقان. یعنی دیگه نمونه ای نمونده که ما امتحان نکرده باشیم. خب ملی مذهبیش هم اومد، آقای بنی صدر بودن، دوستانشون بودن، آقای دکتر صحابی و غیره. تای قضیه باز میلنگه. یعنی همونجور که شما گفتید، اگر در آلمان یا در آمریکا یا در جاهای دیگه ایدئولوژی فاشیسم محکوم میشه و مجال ظهور نداره، در ایران هم باید همینجور باشه. حزب الله یعنی چی؟ حزب الله یعنی چی؟ یعنی فاشیسم، یعنی فالانجیسم. یعنی این چی که به سر ایران اومد، من باز هم تکرار میکنم، اونهایی که میخوان، اونهایی که برای دینشون ارزش قائلن، اهمیت قائلن، اولا بعد این دین رو دو مرتبه یک بازسازی و یک نگاهی بکنن بهش. و اصلاحات، این کلمه اصلاحات برای سیاست در این نظام غیر ممکنه. اصلاحات رو باید در دین بکنن، تا اینکه به هر حال این دینی که میخوان نگهش بدارن به هر قیمتی شده، یک آبرویی براش به دست بیارن. دین اسلام در ایران اگر بخواد بین زن و مرد تبعیض قائل بشه، هیچ هواداری جز یک مشت دیوانه نخواهد داشت. دین اسلام اگر بخواد مجازات هایی رو که تعیین کرده، که اصلا اسلامی معلوم نیست از کجا اومده، اونها یعنی معلوم از کجا اومده، از یه سری مردهای قبیله‌ای عقب مونده 1400 سال پیش، اینها رو باید عوض بکنن، اینها رو باید بندازن دور. یک چهره به اصطلاح مطلوبی به این دین بدن و از سیاست دورش بکنن. خود اسلامی‌ها باید اسلام رو از سیاست دور کنن. ببینید 500 سال پیش که اتفاقا میگن صفویا اسلام رو آوردن، به شیعه رو آوردن به ایران و غیره، اون موقع این عقل رو داشتن که نخواستن بیان تو سیاست، برای اینکه شاه عباس میخواست بهشون بعضی سمت‌ها بده، گفتن نه، این به ضرر دین هستش. اون موقع این رو فهمیدن. ولی اینها که اصلا دیندار هم نیستن، اینا یک مش دو
دزد و جانی و میدونین راهزن هستن اصلا. اینا اومدن و به اسم دین تمام این کارها رو میکنن. حالا بعضی هم به من میگن تو که اصراری داری که به اینا بگی که مثلا خودشون رو اصلاح بکنن، بذار اینا بمیرن برای همیشه. میگم خب مسئله سر اینه که نخواهند مرد، مسئله سر اینه که اگر نمی بود پروسه هستش. به هر حال دین در تمام جوامع مردم به دین رجوع میکنن، یه عده ای نه همه، و بایستی این آزادی رو داشته باشن. آزادی از دین خیلی مسئله مهمی هستش، ولی باید ادیان مختلف باشه و این دینی که ساخته و پرداخته یک مرد سالاری قبیله‌ای عقب مونده هست باید عوض بشه، وگرنه این دین نابود میشه، ادیان دیگه میان جلو. همونطور که بسیاری مردم رفتن به مسیحیت، برگشتن به زرتشت، برگشتن به بهائیت و غیره و ذالک، این دین نابود میشه اگر که به دادش خودتون نرسید. دوست عزیز، من یه سوال دیگه از شما دارم. در جریان جنبش زن و این حرکت شجاعانه که ما از بانوان ایران دیدیم، آیا به نظر مردها کوتاهی نکردن؟ یعنی یه جاهایی شما میبینی یه بانوی داره کتک میخوره، میندازنش زمین، میفتن روش، ولی مردان عابر در اونجا کاری نمیکنن. من واقعا از این نظر برام این سوال پیش اومده، آیا بعضی از مردای ما موافق نیستن که تو سر زن زده بشه؟ همون اول انقلاب بعضیاشون میگفتن خوب شد خمینی اومد روی زنا رو کم کرد. من اینو میشیدم. ببینید مردا، اولا من یک جور به تفاوت نسل معتقدم. من میبینم که خیلی از هم نسلهای خودم اصلا انگار سختشون فکر کردن، انگار در این مدت نتونستن شرایط رو ببینن، مسائل رو ببینن، تغییر کنن. خب منم یه جوانی بودم، یه موقعی انقلابی بودم، ولی عوض شدم، منم از نسل و نسل. ولی اونا، من فکر میکنم کسی که در پروسه فکر کردن نیفته و نتونه مسائل رو کنار هم قرار بده، تشخیص بده و از روی یک دستور و عمل حرکت نکنه. ببینید این چپی ها و مذهبی ها، همه اونایی که ایدئولوژی دارن، زحمت فکر کردن به خودشون نمیدن. اینا از روی دستورالعمل رفتار میکنن. اونجا خوندن، گفتن که مثلا این کار خوبه، این کار بده، تمام عمرشون دیگه فکر نمیکنن، همون رویه رو دنبال میکنن. مردها هم متاسفانه در ایران، خیلی از مردها، من اینو الان نمیخوام مردها رو متهم کنم، چون معتقد به اون نوع فمینیسم ضد مرد به هیچ عنوان نیستم. فکر میکنم اتفاقا بارها اینو گفتم فمینیسم ایرانی با اون فمینیسم ضد زن تندرو خیلی فرق داره. البته نه اینکه اونا نیستن توی جامعه ما، اونها هم هستن، ولی خیلی اقلیت هستن. فمینیسم ما فمینیسمیه که میخواد مرد و زن در کنار هم باشن و میخواد مردها و زنها دستن در دست هم باشن. جنبش زن زندگی آزادی یک همچین چیزی بودش. ولی این منکر این نمیتونم بشم که در جامعه ما مردها خیلی منتفع نشدن از این کارهایی که اسلامی ها کردن و بهشون اجازه دادن 4 تا زن بگیرن و نمیدونم هر کاری دلشون میخواد بکنن و حق و حقوق بیش از اندازه داشته باشن، همسرشون رو بعد از سالها بتونن طلاق بدن بدون اینکه هیچ حق و حقوقی برای اون، برای حق فرزندش. تمام اینها رو ما میدونیم که مردهایی هستن که از این وضعیت، حتی اگر که با این جمهوری اسلامی موافق نباشن، از بهره هایی که براشون داشته استفاده میکنن، سودبری میکنن. ولی نمیتونم این رو در مورد مردهای جوان بگم. چقدر مردهای جوان ما کشته شدن، میدونین، بچه هایی که اصلا وقتی فکرش رو میکنم واقعا اشکم در میادش از قصه. و هنوز هم همینطور، توماج صالحی، نمیدونم اونای دیگه، اصلا اسما رو نمیتونم به زبون بیارم، اینقدر سخت هستش برام. ولی آره، مردهایی که از نسل قدیم هستن به هر حال این همت و این شعور رو، حتی میخوام بگم، ندارن که به مسائلی که بهش معتقد شده بودن، باهاش خو کرده بودن، عادت کرده بودن، دو مرتبه نگاه بکنن و تغییر بکنن. اینجا من امروز یه چیزی توی همین چیز انگلیسی میخوندم که یک مردی که برای خانوادهش واقعا
آزار و اذیت کرده بود و همسرش ازش شکایت کرده بود و غیره، این رو رفته بود به یک آموزشگاه تربیتی و آمد اقرار کرد که من یک آدم کنترلینگ بودم، آدمی بودم که میخواستم همسرم و فرزندانم رو کنترل کنم و حالا فهمیدم که چقدر بده، برای اینکه یه آموزشی دیده بود. و من فکر میکنم این آموزش در بین جوانان ایران در یک، به دلیل اینکه در یک شرایط خاصی قرار گرفتن مهیا شده، به خصوص اینکه این پسرهای جوان مادرهایی دارن که مادرهاشون هم جوونن و صدمه دیدن از این، از مادرهاشون، خواهرهاشون صدمه دیدن و اینها میتونن، این امکان رو دارن که با یک ذره اصطلاح به خدا آمدن، یک ذره خودآگاهی از این فرهنگ فاسد مرد سالار فاصله بگیرن و خودشون رو، واقعا خودشون رو و محیط خودشون رو و زندگی خودشون رو نجات بدن. من خیلی اعتقاد دارم که زنهای ایران میتونن به این موضوع کمک کنن. آگاهی پیدا کردن فقط برای خود آدم نیست، زنهای ایران با پوست و خونشون فهمیدن که چطور این نظام دشمنشونه، دشمن زنه، و بعد اینها آموزشی که به همسن و سالهای خودشون میدن و اونها رو با خودشون همراه میکنن خیلی مهم هست به نظرم. ممنونم خانم تبری عزیز. این نسل من و شما به یاد میاره اون زمانی که ویگن به هر حال سلطان جاز ایران بود. در کنارش آواهای دلنشینم پدیدار شد که قطبشون البته ویگن بود، به اون نگاه میکردن. عارف اومد، دونه دونه خواننده هایی اومدن که همه در دل ما جا پیدا کردن. فرهاد و هیچ وقت از یاد نمیبریم. بعد در همون نسل شب‌پره ها اومدن و شهبال برادرانش. بعد یه خواننده اومد یه ترانه خوند. اینقدر این ترانه در دل و جان ما جوونا نقش داشت، باهاش عاشق میشدیم، باهاش چه فکرها میکردیم. بعد ناگهان اون گم شد، رفت. سالها گذشت، دوباره ما آرتوش رو دیدیم. حالا هم الان میبینیمش با اون ترانهی که هیچ وقت از دل و جان نسل ما پاک نخواهد شد. دوباره به به پرویز مقصدی، پرویز وکیلی هم شاعرش، هر دوشون چه نازنینانی بودن. پرویز وکیلی که من فقط یادم نمیره این انسان نازنین رو. خب یه چیز جالبی هم که توی این شعر هست خیلی به هم چسبید اون بود که اصلا درش کینه نبود. آره. با وجودی که دلش شکسته بود. آره. میگه این شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد. شادمان باد، درسته، شادمان باد، بهارانت ارغوان باد. میدونی خیلی این چیز خوبی هستش، برای اینکه ماها الان در این دنیا، اتفاقا میخواستم راجع به این موضوع اگه فرصت میشد یه صحبتی هم بکنیم. حتماً. حتماً. این شبکه های اجتماعی وقتی که آمدن 15-16 سال پیش یه نوید به هر حال آزادی و آگاهی و غیره بودش، ولی از اون طرف جنبه وحشتناک بدش شده یک محل خشونت زبانی، خشونت توهین به هم دیگه، خشونت زبان واقعا کریه به کار بردن. من نمیدونم این واقعا جای تحقیق داره که این بر پهنه سیاسی ما چه تأثیری داره میذاره، چه داره میکنه با این سپهر سیاسی ما، این زبان خشمالود و توهین‌آمیز. البته ببین خانم تبری، یه مقدارش میشه فهمید. من مثلا نمونه برات بگم، تو کانادا یه عده خانومه دزانفیکته آلامود ایرانی با آرایش و موهای فلان اومدن دارن به نفع حماس شعار میدن. دیدم اونو. بله. این طرف هم یه ده جوون نیکا شاکرمی رو عکسش گرفتن دستشون. اینا وقتی با هم برخورد میکنن برخوردشون درست زیبا نیست، ولی من حال اون جوون رو میفهمم که درست. احتمالاً یه بارم با دو سه دخترش بازداشتش کردن و فردا شب که اینا اومدن بیرون چه چیزایی برای هم نقل کردن. این آدم گاهی اوقات میتونه بفهمه. این خشم که خود من وقتی پای تلویزیون نشستم، ببخشید من آدم مؤدبی هستم، خیلی ملایمم در رفتار زندگی،
ولی اینقدر عصبانی میشم میدوه داد میزنم سر. من بچه خامنه‌ای بودم، پسرش، سه تا بچه پیدا کرد تو لندن تو کرامول هاسپیتال باید باشه که شبیه ما 1000 پوند فقط پول اتاق بده. وقت شهبانوی مملکت ما در اوج قدرت پادشاه میره در زایشگاه مادران و چیز، میره در خیابان مولوی در تل جنوب شهر، میره اونجا فرزندش که ولیعت ایران نور چشم ایرانه اونجا به دنیا میره. عصبانی میشه آدم دیگه. اتفاقا اون صحنه، اون ویدیو رو منم دیدم و خیلی خیلی تحسین کردم کسانی رو که با این زنها رو شده بودن و گفتم این یه نمونه ایه. ببینید وقتی که اول بعد از داستان، بعد از شروع انقلاب مهسا، یک عده از طرفداران پادشاهی، طرفداران شاهزاده، رفتارهای خیلی خوبی نکردن، البته نفوذی هم توشون بودن، ولی شاهزاده اومد و یک ویدیویی پخش کرد و این رو محکوم کرد و اینایی که انتقاد میکنن هنوز دست بردار نیستن. اتفاقا این ویدیو نشون میده که همون هایی که طرفدار شاهزاده هستن، طرفدار ایران هستن، طرفدار ملت ایران هستن، چقدر مؤدبانه در مقابل این کسایی که واقعا نمیدونم میتونم بگم بهشون خائن هستن به مملکتشون، واقعا به مملکتشون خائن هستن. وقتی اون چفیه بیندازن روی گردنشون و میان از حماس دفاع میکنن، اصلا نمیفهمن که دارن از حماس دفاع میکنن، نمیفهمن که دارن از مردم فلسطین دفاع نمیکنن. من الان مقاله هایی میخونم که مردم فلسطین یواش یواش دارن بر علیه حماس بلند میشن، میگن چرا این بلا رو سر ما آوردی؟ به چه اجازه ای، به چه مجوزی این بلا رو سر ما آوردی؟ من از نتانیاهو و رفتار اون دفاع نمی کنم، من از مردم اسرائیل دفاع می کنم که حق وجود دارن، حق دارن امنیت داشته باشن. و اصلا به معنی این نیست که حالا نتانیاهو چه کاری می کنه، درسته یا غلطه، اون مسئله دیگه ایه، اون یه مسئله سیاسیه، ولی مردم اسرائیل و مردم غزه قربانی همین رفتارهای جمهوری اسلامی و حماس هستن. این رو نمیفهمن این کسایی که میان و فکر میکنن که دارن از مردم مظلوم فلسطین دفاع میکنن. این مردم مظلوم نیستن، این مردم مظلوم بدبختی های هموطنهای خودشون هستن، کسایی که به اسم اونا، به نام اونها جنایت میکنن، کسانی که به نام اونها باعث بدبختی و دربدری و آوارگیشون شدن. میدونین حالا این بحث مفصلیه، نمیخوایم اینجا باز بکنیم، ولی واقعا دوستان ما خیلی راجع به این موضوع با تحقیق، با سند، با مدرک صحبت کردن که این بلایی که سر فلسطینی ها آمده در تمام این سالها، 70 سال، 80 سال، اینا از خود کسانی بوده که در دفاع از اونها بلند شدن، به اصطلاح از اون، اگر اونا اگر که عقل داشتن این اتفاق نمی افتاد. به قول یکی از دوستان من دکتر بنایی که می گفت اگر اینها، یه مریضی می آمد به مطب من و می گفتش که من این داروها رو دارم انجام میدم و حالم بهتر نشده، من می گفتم این داروها رو قطع کن، این داروها منجر به مرگ تو میشه. بله. سعی کن یک معالجه دیگه رو در پیش بگیری. الان هم وضعیت حماس اینه و اینهایی که اینطور فکر میکنن از مردم فلسطین حمایت میکنن، واقعا دارن بهشون صدمه میزنن، دشمن واقعی رو نمیبینن، مثل اون خانومی که تو خیابون داره. بله. نمیبینن. بر اینا همونایی هستن که خیلی هاشون، بعضی هاشون نفوذی هستن، بعضی هاشون واقعا دستشانده هستن، ولی بعضی هاشون هم اینایی که اصلا باورتون نمیشه این چه کار میکنه اونجا، این آدم چرا اونجا هستش. همین بله، چی رفتی کانادا؟ اگر خیلی اون جمهوری اسلامی رو دوست داری، به شعاراش پایبندی، برو در تهران، برو در اصفهان، شیراز، هر جا که هستی براشون سینه بزن. ببین خانم تبری، یه چیزی که شما اول برنامه اشاره کردی، این رسوایی و بیرون افتادن چهره کریه نظام، حتی طرفدارای خود نظام رو دوچار تحفظ کرده، یعنی واقعا خود اونا هم توجیه نمی کنن. دیروز یکشون به من تلفن کرد، با هم حرف می زدیم، مفصل به من گفت تو رو خدا به بینندگانتون بگو هر پاسداری آدمکش خائن نیست. نه تو رو خود. حالا منظورم اینه وقتی اونو شما میبینی
در مقابل این خانم خار میشه میره تو چشمه، چماق میشه میخوره تو سره. یعنی تو کانادا رفته از تمام لذایز دنیوی برخورداره، بعد خواهرش رو تو تهران میگیرن پشت ماشین، آقا با فشار دادن پشت تحریک میشه بهش تجاوز میکنه، این حاضر نیست ازش دفاع کنه، میره از حماس دفاع میکنه. بعد هم میگه بله صهیونیستا و دولت آمریکا. آمریکا اینو نیکار آمریکا کشته. اصلا دیگه این دیگه جنونه. بگذاریم حالا به هر حال. بله اینا اصلا موجودات. به ما مژده دادی چندی قبل که گروه شما و گروه های دیگه مشغول گفتگو هستیم، برای که واقعا زمینه یک کنگره ملی، یک تشکلی که آدم وقتی به نگاه میکنه به آنچه در آفریقای جنوبی گذشت، در هند گذشت، حتی در همین عراق با همه این دزدای شیعه و آدم خوراشون، ولی کلا میخوام بگم به کجا رسید کار شما؟ یعنی واقعا مردم میخوام تا من دیروز پیروز به یکی گفتم مردم گزینه‌شون انتخاب کردن. بله. میگی رضا پهلوی شاه نشه، خب اون که نمیگه من شاه بشم، اون میگه من یه رابطی هستم برای رسوندن صدای شما و تلاش برای آزادی ایران. حالا فردا مردم ایران چه تصمیم میگیرن جدا. شما در ارتباط با او و با ارتباط با گروه های مخالف، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، مشروط خواه، لیبرال و دیگران، به کجا رسیدید؟ ببین من بایستی اینجا به شما بگم این پروسه بسیار دشواری هستش. ما یک جامعه نیم قرن پیش نیستیم، ما یک جامعه متکثر هستیم و راه های گذشته نمیتونه ما رو به پیروزی برسونه. ما باید راه جدیدی انتخاب بکنیم. به نظر من راه جدید این هست و ما تا اندازه هم موفق بودیم. الان بهتون میگم، گزارشی که گفتین بهتون بگم، جبهه هفته آبان با دو گروه دیگه نزدیک شده و گفتگو کردیم و این گفتگوها به نتیجه رسیده. و در این که ببین من الان مدت هاست که خواهان یک تشکیل یک اپوزیسیون ایرانگرا هستم، حول همون محورهایی که شاهزاده گفتن، بقیه گفتن، همه بالا شاهزاده خلاصش اصلا کردن، گفتن تمامیت ارضی، سکولار دموکراسی، نوع حکومت در یک همه پرسی. هر کس که بیاد زیر این سه شرط صادقانه بیاد، نه اینکه شما با سابقهش فکر کنین که مثلا جایی حرف دیگری زده، مثلا سکولار دموکراسی رو قبول نداره یا تمامیت ارضی رو قبول نداره، ولی الان چون میبینه شرایط مناسب هست برای همچین کاری میخواد بیاد، اصلا خب اشکال پیدا میشه. دیگران رو اون مسائل تکیه میکنن و نمیخوان که این همبستگی با اون افراد ایجاد بشه. برای چی؟ برای اینکه معتقدن چنین همبستگی منجر به نابودی خودشون میشه. مردم قبول نمیکنن. ببینید مردم ایران باید قبول کنن. قبول کنن که ما جامعه متکثری هستیم. با بعضیا خیلی خیلی زاویه داریم. با بعضیا خیلی مشکل داریم. یکی دو سه تا گروه هستن که خب به هر حال اونها که عوض نشدن، هیچ جوری نمیشه با اونها همبستگی داشت، مثل مجاهدین، مثل اصلاح طلبی، مثل چپهای سنتی وابسته به حالا آقای خامنه ای و اینها. خب با اینها نمیشه، این رو باید قبول کرد و گذاشت کنار. ولی با بقیه به نظر من باید شجاعت داشت و نزدیک شد و گفتگو کرد و ازشون به اصطلاح تعهد گرفت که به این اصول پابند هستن. بعد اگر زدن زیرش جلوشون ایستاد، برای اینکه ماجرا که به همینجا تموم نمیشه. ما باید بریم دنبال یک کاری، ولی هر کدوممون، هر گروهمون برای خودمون یه نیرویی باشیم، نیرویی باشیم که اگر کسی زیر حرفش زد، اگر کسی خواست این اصول که همین سه تا حداقلی رو نفی بکنه، اون وقت
رسوا میشه، اون وقت جلوش میستیم، اون وقت نمیگذاریم که پیش بره. این نشونه قدرت میتونه باشه، ولی هنوز دشواره قبولوندنش به همه. و من اتفاقا به شنونده ها میگم، به اونهایی که در ایران هستن، که این رو بشناسن و ببینن. ببینید سیاست به دست آوردن اون چه ما میخواییم نیست، سیاست به دست آوردن میانگین اون چیزیه که همه اونایی که به هر حال به نوعی نزدیک به هم هستن میخوان، و کسانی که حتی ممکنه خیلی هم نزدیک نباشن ولی در آینده معلوم اگر شد کنار زده میشن. من این رو میگم، من میگم باید سیاست ورزی کرد، و سیاست ورزی این هستش، این هست که من همیشه میگم کسانی که تجربه سیاسی ندارن این ظرافت‌های سیاست رو نمیبینن، یک خورده زمخت به مسائل برخورد میکنن، و این گوشه های سخت سیاست رو ناهموار میدونن، میگن نمیشه وارد شد. ولی من میگم این گوشه های سخت رو باید شناخت، واردش شد و نگذاشت که این گوشه های سخت غالب بشن، بلکه اون بدنه ای که اون خواست ما رو در بر میگیره اون رو به پیش ببریم. من اعتقاد دارم، من بارها گفتم به شما که من صحبت های شاهزاده رو دونه به دونه نگاه میکنم، لغتاش رو، دیسکورسش رو به اصطلاح واکاوی میکنم اون رو، و به این نتیجه رسیدم که این آدم هم سیاست میدونه و هم دموکرات هستش. حالا یه عده بیان بگن مثلا چرا دوروبریاش اینطوری، من بارها به همه میگم آخه چرا فقط به یه عده به عنوان دوروبریش نگاه میکنیم؟ منم دوروبریم، اون دوست منم دوروبریه، ما هم دوروبری هستیم، ما سر و صدای زیادی نداریم، ولی یک عالمه هستیم، یک عالم دوروبریاش هستیم که قبولش داریم. این رو قبول بکنید. و من فکر میکنم باید برای این، حالا دور شدم از موضوع همبستگی، ما باید برای این تلاش کنیم، و این کاریه که یک شبه نمیشه، باید آهسته آهسته این کار رو کرد، و جوانهایی که در ایران هستن باید این پیام رو بفرستن که قبول میکنن که به اصطلاح اگر هفته آبان میخواد بره با یک گروه دیگه‌ای، قبول میکنند این رو که این بنا به مصلحت برای پیشبرد اون هماهنگی که در این تکثر ضرورت داره. اگر ما تکثر رو بشناسیم و همه با همه مثل خمینی نباشیم، بدونیم که من یک گوشه وایسادم، اون یک گوشه وایساده، ماها در آینده احزاب گوناگون هستیم و با هم دیگه رقابت‌های انتخاباتی داریم، ولی اگر در یه چارچوبی میگنجیم باید کنار هم بیستیم برای شکست دادن جمهوری اسلامی به نظر من، و دست دراز بکنیم برای کسایی که در ایران هستن و میتونن نزدیک باشن با این همبستگی. فقط این همبستگی در خارج به تنهایی نمیتونه موثر باشه. کسانی با این عقیده مخالفن، الان خودتون بهتر میدونین، من تلویحا دارم یه راجع به موضوعی که مطرح هستش توی فضای سیاسی ایران صحبت میکنم، و این به نظر من این نیست که ما به همه اعتماد کنیم. اصل بر سر اینه که اعتماد نکنیم اتفاقا، ولی هوشیار باشیم و همکاری بکنیم برای یک آرمان بالاتر از این اختلافهای درونی. خانم تبری، یه نکته‌ای که بهش اشاره کردی منم میخوام اشاره کنم، تکلیف خودمون رو روشن کنیم. آدم وقتی یه سن و سالی ازش میگذره، اون جاه طلبی ها، اون بلند پروازی ها، اون آرزوها تبدیل میشه به یه حالت آرامشی که حداقل در درون خودش علارغم این رنج ها و مصائب دعوا به خودش نداره، یعنی چون دنبال شغل نیست، دنبال مقام نیست، دنبال شهرت نیست. خب من تو این جمع دارم خودم نگاه میکنم، رضا پهلوی 60 پشت سر گذاشته، یعنی 5 دهه از عمرش یا بیشتر و کمتر دور از وطنش بوده، ولی اینقدر ایرانی، یعنی اصلا من گاهی اوقات حیرت میکنم که این آدم چقدر ایرانیه، که اینو احساس میکنم که این آدم به هر حال موفق شده در درون خودش چطور
ایرانی باشه و از این بابت واقعا خوشحالم و آرزو میکنم این رو بقیه هم درک بکنن و دریابن. رضا پهلوی الان دیگه رضا پهلوی 17 ساله نیست. به یکی از دوستان ما که بهش گفته بود مثلا فلان روز من به شما این حرف رو زدم، گفته بود اون روز من 17 سالم بود شما هم 40 ساله بود. خیلی فرق داره با الان. این آدم تجربه های مختلف رو گذرنده، آدم های زیادی رو دیده. ولی وقتی من تمام این مدت کار کرده، بعد من باش حرف میزنم، من باش حرف میزنم، میبینم یک نفر از نسل خود ما به اندازه او شعور سیاسی نداره، درک سیاسی نداره، نخونده. یه آدمی که سه زبان بلد باشه، سه زبان خوب، طبیعتاً افقش خیلی بازتره. شما اگه صبح بتونی لوموند رو بخونی، بعد زور گاردین رو بخونی، نیویورک تایمز رو بخونی، شبم که نشستی سایت های ایرانی و روزنامه های ایرانی رو نگاه کنی، ایندیپندنت فارسی و کیهان لندن رو نگاه کنی، این بهت افق دید وسیع میده. خب ما کی غیر از او داریم؟ حرفی هم نمیزنه. تمامیت ارضی، سکولاریسم داره قشنگ ذکرشو میکنه. من بارها گفتم بزرگترین شانس ایران این هست که کسی مثل او نشسته بود. دقیقا. بزرگترین شانس ایران هست. اگر ما او رو نداشتیم، یه چیزی مثل اسد، صدام، نمیدونم این چیزهایی که تو خاورمیانه میبینیم میبود. حتی اگر هم یک آدمی با حسن نیت میامد، بعدش نمیتونست اون شرایط رو، اون چیزی رو که اون قدر و منزلتی رو که بهش داده شده بود تحمل بکنه و همونطور بمونه. ما میبینیم که خیلی هایی که یه خورده میان بالا چطور خودشون رو گم میکنن. این آدم احتیاج نداره خودش رو گم بکنه. این آدم از شاهزاده دنیا آمده و همینطور یک آدمی است که مهمترین و بزرگترین سرمایه سیاسی مملکت ماست. یعنی اگه ما این رو مردم ما نتونن بفهمن، واقعا باختن. یعنی در داخل ایران، اونهایی که الان ما میبینیم در داخل ایران، اونهایی که از همین جمهوری اسلامی ریزش کردن، به این آدم رو آوردن. قبول دارن که این آدم، یعنی اونها از تجربه این رو فهمیدن. که وقتی کسی نیستی و بزرگ میشی، چجور میتونی فاسد بشی، چجور میتونی خراب بشی. کسی نبودن، جایی نبودن، یک دفعه وهم ورد داشتن، این آدم وهم ورش نمیداره، این آدم با بزرگی دنیا اومده. در نتیجه بزرگ، برای همین بزرگترین سرمایه ای هست که ما داریم و اگر این رو از دست بدیم واویلا. خانم تبدی خدا شاهده، من به ایشون گفتم وقتی شما در یه مدرسی وارد میشی، همه جلو پات بلند میشن، احترام بهت میگذارن، برای که ذاتی این احترام رو داری و کسب کردی. ولی حسن علی جعفر بیاد، نه، یه متلک هم بارش میکنه. پس ما این شانس رو داریم که نوه رضا شاه، پسر محمد رضا شاه، با یک دید جدید، با یه افق روشن برای آینده حضور داره. اگه بخوایم دیگه بهش لگد بزنیم و لطمه بزنیم، دیگه اون از نادانی خودمون، از جهل خودمونه و اینکه به خودمون لگد زدیم، وطن رو دوست نداریم، به مملکتمون پشت کردیم، واقعا به مملکتمون پشت کردیم. من کسایی میدونین، من بعضی وقتا فکر میکنم اینایی که با تفکر چپ بزرگ شدن، مثل خود منم گاهی وقتا میگم من چه جوری بودم. اینایی که با تفکر چپ بزرگ شدن، باور میکنین وقتی من تو همین تلویزیون شما گفتم من یک سوسیال دموکرات مشروط خواه پادشاهی خواه هستم، خیلی ها به من زنگ زدن، گفتن ما قبول داریم زنده، ما چه خوب تو حرف خوبی زدی. حالا بعد از یه مدتی میبینی اینا واقعا اون حالت الاستی، نمیخوام الان اون عبارت رو به کار ببرم، ولی بر میگردن سر جای خودشون بعد از یه مدتی. من نمیدونم این چه چیزی هستش که مثل کش بر میگرد سر جای خودشون. ممنونم شهرون عزیزم، وقتمون تموم شد، بازم ازت ممنونم. ولی اونا بازم
قانع خواهند شد بالاخره. من همیشه از گپ و گفتگو با تو خیلی لذت میبرم، برای اینکه خیلی قشنگ، اولا در یه افق مشترک هستیم، بعدم خیلی دلپذیره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق شهران بانو تبری تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.